ببینید تو خاطرات مثلا رجال هست که داره لرستان مثلا حکومت میکنه، داره در تهران انتخابات میشه. انتخابات نبود، مثلا به پسرش مینویسه که تو رو میخوای من از بروجرد میتونم انتخاب کنم، اما ترجیح داره تو از خوزستان، میگه عربستان موقع مفتن، از اونجا چیزی انتخاب، چون اونجا شیخ ازل حرف من گوش میده، من میتونم تو رو از اونجا انتخاب کنم، ولی اگه من از بروجرد تو رو انتخاب کنم میگن پدرش کمک کرده. این انتخاباتش بود. می نویسه که من چیز مردم هنوز میان از غذای حکومت میگیرن چون فکر میکنن که مریضشون رو مداوا میکنه. یعنی این زمان مشروطیت مملکت. ببینید اینجاست که میگم کلیگویی نباید کرد. مملکت رو باید در نظر گرفت که مثلا وقتی ما صحبت ایران رو میکنیم، همه الانش هم همینه. ببینید از شهرها بگذریم، شما باید برید روستاهای دور افتاده در نظر بگیرید که درستی که حالا دیگه تلویزیون هست، همه چی هست، ولی حالت شهر تهران و این ترافیک و این چیز افسردگی که صحبتش و این جوانایی که انقدر چیزن، باید رفتید که اونا وضعشون چیه، میدونید مسئلهش چیه. یعنی یه پارچه نیست مملکت و همیشه باید همه رو در نظر گرفت. اگه بخوایم کلی حرف بزنیم اون وقت میبینیم خیلی از این حرف واژه ها اصلا نمیخونه. یعنی دوره مشروطه میگم، هم میگن مردم در مشروطه، ولی کل ایران نیست، چند تا شهر فقط چند تا، اونم شهرهای بزرگه. شما مثلا حتی مشهد بگیری، چقدر مگه مشروطه خواه بود مشهد؟ اصلا مثل خبری نبود در مشهد. اصلا خب اصفهان شلوغه. اصفهان چرا شلوغه؟ علیه ذل سلطان شلوغه. تهران مثلا تبریز شلوغه، ولی تبریز مجلس میخواد.